با سلامی دوباره خدمت عزیزانم، هموطنان و همه پارسی زبانانی که با محبت به ما گوش میدن. در برنامه نگاه روانکاو تلاش دارم نظری از نگاه یک روانکاو بیاندازم به آنچه که میشه گفت یک نامه یکی از معممین به یکی از مراجع تقلید در ایران امروز تولید سر و صدا کرده و این ببینیم که از پشت این حادثه چه میشود شنید، یعنی نگاه روانکاو چه میشنود. خب بعضی از این قرار هست که ظاهراً دعوت شده بوده از این مرجع تقلید که در منزل یکی از شاگردانش در تهران بره و در همون موقع یکی دیگر از شاگردانش که 8 سال مسئولیت ریاست جمهوری ایران رو داشته هم دعوت شده بوده و این مرجع تقلید شاگردی رو که 8 سال رئیس جمهور بوده و فعلا ممنوع التصویر هست رو ببینه و خب یه مقدار عکس گرفته میشه از این ملاقات و این عکس ها در فضای مجازی پخش میشه. پس از این دبیر هیئت مدیره مؤسسین مدارس مؤممین شیعه نامه می نویسن به این مرجع تقلید که من خواستم دوبار هم بیام پیش شما تذکر بدم که نتونستم، موفق نشدم و اینجور ملاقات ها با افرادی که مسئله دار هستند باعث میشه که نظام تضعیف بشه و میدونیم که اسلام من و شما جوری باید باشه که تضعیف نکنیم نظام جمهوری اسلامی رو و به یه شکلی حالت هم تذکر و هم تهدید. طبیعتاً این نامه هم به شکل آزاد و سرباز و در فضای عمومی منتشر شد. پس از این بسیاری از افراد در زمینه‌های مختلف موضع‌گیری کردند و موضع‌گیری‌های خشنی که اساساً چگونه میشه به خودمون جرأت بدیم که به یک مرجع تقلید تذکر بدیم و بعد هم اساساً چه کسی به مرجع تقلید تذکر میده، چه کسی میتونه این به خودش اجازه بده که تذکر بده. یعنی مرجع تقلید در موضعی است که به همه تذکر میده، ما چگونه میخوایم بهش تذکر بدیم. من به نظرم میاد اینجا یک معضلی است، یک تناقضی است، یک که از پیچیدگی ساختار در میاد. یعنی میتونیم بگیم که روانکاو هم یک کارش اینه که ساختاری میبینه مسائل رو و سعی میکنه که در پیچیدگی های روابط اجتماعی به شکلی مشکلات ساختاری و تناقضات ساختاری رو هم ببینه یا بشنوه. بیاییم بررسی بکنیم این اتفاق رو فارغ و جدا از موضع‌گیری که صورت گرفته. می‌بینیم که فردی که دبیر بزرگترین مهمترین عامل هدایت مدارس مؤممین شیعه هست، این فرد که در این جا قرار گرفته، این فرد به یک مرجع تقلید تذکر میده. مرجع تقلید هم خب اسمش روش هست، یعنی بالاترین مقامی است که مدارس مؤممین شیعه در واقع به اونها احترام میذارن، دلیل وجودیشونه. یعنی این مقام های بسیار بالای مدارس مؤممین شیعه اینها هستند که اساساً
به این مدارس مجوز حضوری میدن، یعنی حضورشون باعث میشه که این مدارس وجود دارن، نقش دارن، و حتی وجودشون باعث میشه که سهم امام، خمس و زکات و غیره میاد و این مدارس نظر مالی میتونن بگردند. و این رسم و سنت حداقل 400 ساله پیدایش و حضور مدارس معممین شیعه در ایران به همین شکل بوده که یه مقدار از درآمدها از طریق اوقاف بوده که حدوداً 20% زمین‌های ایران الان جزو موقوفات هستند و از این موقوفات هستند که این مدارس و مساجد می‌گردند و بقیه هم از طریق خمس و زکات تأمین میشه. و کلاً دلیل این که این خمس و زکات و سهم امام و مسائل اوقاف و میره به سمت مدارس و این سلسله میچرخه، حضور ناظر به شکلی مراجع تقلید هست. یعنی اینجا ما میبینیم که یک دوگانگی ایجاد شده، یک دوگانگی ساختاری ایجاد شده و این دوگانگی ساختاری چندین بار تا کنون در ایران بعد از 1357 چندین بار خودشو نشون داده. و طبیعتاً بعد از اینکه این درگیری ها پایان یافته به شکلی یا مرور زمان، دوباره آماده بودیم تا یک بار دیگه این تناقض ساختاری خودشو نشون بده. و طبیعتاً باید به گونه ای در طول زمان این مسئله تناقض ساختاری حل بشه. من خاطرم هست که در زمان خدمت سربازی یک لطیفه‌ای در بین افراد میگشت به اینکه وقتی که رژه میرن جلوی فرمانده، یکی از فرمانده ها وقتی از دور نگاه میکنه، خب پای چپ یک نفر با پای راست بغلیش میامده بالا، اون رژه نظامی، و این تصورش این بوده که یه نفر دوتا پاشو با هم میاره بالا و فریاد میزنه که اون کدام سرباز احمق است که دوتا پاشو با هم میاره بالا. این درسته که خب عملا فکر کنیم نمیشه این کار کرد، اصلا ساختاری عملی نیست. اینه که وقتی ما در مقابل یک تناقض ساختاری هستیم، تا اینکه ریشه این تناقض ساختاری حل نشه، مرتب به یه شکلی خودش رو نشون میده. یک کمی نگاه بکنیم عمیق‌تر به این ساختار. این ساختار وقتی نگاه میکنیم ببینیم که در انقلاب مشروطیت اون چی که بهش میگیم در واقع استبداد صغیر هم این مشکل پیش آمد. خب عملا در مشروطیت دو سید بزرگوار با کمک به هر حال تعدادی از روشنفکران و شازده های خود قاجار که به یه شکلی با فرنگ یعنی غرب آشنا بودند، تلاش کردند و فرمان مشروطیت رو گرفتند. و اون دو سید با اعتباری که داشتند تونستند به هر حال جمع جور بکنن مشروطیت رو، و واقعا قانون اساسی نوشته شد، مجلس اول به وجود آمد، تونستند با هم کار بکنن و قانون گذاشته شد، قانون به وجود آمد و هیئت دولت در مقابل نمایندگان مجلس مسئول شدند و شاه رفت به سمت سلطنت کردن و حکومت کردن به دست اداره مملکت، به دست مدیران سیاسی افتاد، به اون شکل میشه گفت، و در قالب قانون. که این قانون با بالا و پایین رفتنهاش، با متممهاش، فقط میشه گفت که دو سال تعطیل شد و حتی در مشکلات و دو دفعه هم که ایران اشغال شد این قانون
برجا بود، مجلس بود، فقط دو سال تعطیل شد در موقعی که قرار بود اون اصلاحات ارضی صورت بگیره. به هر روی بود و زمینه اساسی ساختار سیاسی جامعه رو برقرار کرد، جز وقتی که محمد علی میرزا به سلطنت رسید پس از مرگ مظفرالدین شاه و با کمک تحت تأثیر آیت الله نوری که بحثش این بود ما مشروطیت میخواییم چه بکنیم، همون مشروع بهتر است، شرع رو داریم، قرآن رو داریم و اساسا مناسب نیست، یعنی عنوان معتبرترین معمم تهران با لیاخوف روسی و محمد علی میرزا مجلس رو به توپ بستن و استبداد صغیر شروع شد. استبداد صغیر به هر حال وارد مشکلاتش نشیم، ولی به هر حال وقتی تونست پایان بگیره که دو نفر از مجتهدین نجف با تلگرامی که فرستادند کار دخالت آیت الله نوری رو در سیاست تقبیح کردند و بر اساس همون تلگرام بود که تونستن مردم بخروشند و به هر حال آیت الله نوری رو از سر راه بردارند و نیروهای نظامی باقرخان، ستارخان از تبریز و سردار اسد از مرکز ایران اصفهان به سمت تهران بیان و یفرم خان هم از شمال و بتونن در واقع جمع و جور بکنن و استبداد صغیر پایان پیدا بکنه و احمد شاه رو به سلطنت برسونن و دوباره نخست وزیر و مجلس به راه بیفتن. به بیشتر هدفم اینجا این هست که ببینیم که در این ساختار مدارس معممین شیعه که مجتهدینی داریم که اینها آخرین حرف رو میزنن و بقیه معممین حتی اگر حرکات خودسری انجام بدن، این معممین میتونن، مجتهدین میتونن با تکیه به مقامی که دارن به عنوان مرجع تقلید و معتبر این افراد رو هم کنار بزنن و عملا در انقلاب مشروطه و استبداد صغیر این مسئله رو دیدیم. این رو به این دلیل بیان کردم، این اتفاق تاریخی رو که میشه گفت مبحثی رو که الان باز شده و مسئله روز جامعه ماست و اون برخورد بین یکی از معممین که مقامش بیشتر مقام سیاسی اجتماعی و حتی اداری است در مدارس معممین شیعه، این فرد به عنوان دبیر هیئت مدرسین یک مشکلی پیدا میکنه با یک مرجع تقلید که مقامش نه سیاسی است نه اداری، مقامش یک مقام اجتماعی است، یعنی تعداد افرادی که ایشون رو به عنوان مرجع تقلید قبول کردند این مهمه، یعنی حجم افرادی که ایشون رو به عنوان مرجع تقلید، یعنی معتبرترین انسانی که میتونه کمکشون بکنه در مشکلاتی که احتمالاً پیدا میکنن با رابطه با شرع، ایشون قبول کردن. یعنی در واقع این باز میاد بین تناقض ساختاری قرار میگیره بین قسمت اداری سیاسی و قدرت سیاسی اداری و قدرت اجتماعی و نفوذ یک مرجع تقلید که ربطی به قدرت سیاسی و اداریش نداره، بلکه حضور سالیان زیاد زندگیش، تربیت شاگردانش، نوع رابطش با انسانهای دیگه به هر شکل باعث شده که افرادی که شیعه هستن و معتقدن به مبانی شیعه ایشون رو قبول بکنن و کار یک روز و دو روز نیست، یعنی کسی به این مقام برسه معمولا زندگی منزهی داشته و تمام اطرافیان رو تونسته با رفتار و کردارش قانع بکنه که در این شایسته این مقام هست. پس اینجا یه درگیری
به وجود آمده که میشه گفت معادلش رو همجوری که شکافتیم در انقلاب مشروطیت استبداد صغیر دیدیم. حالا این بحث ریشه ساختاریش میشه گفت از اونجا میتونه بیاد که در 400 سال گذشته مؤممین شیعه با ساختاری که درست کردن که استثنایی هست در اسلام، در هیچ کدوم از کشورهای دیگه وجود نداره این ساختار جز در بین شیعیان، یعنی اون چهار بخش اهل تسنن و حتی در اسماعیلیه هم به این شکل وجود نداره. در واقع یک ساختار مدارس مؤممین شیعه یک ساختاری است که میشه گفت شاید اولین نظام حتی سیاسی مدرن رو با خودش به همراه داره، درست مثل یک حزب رفتار میکنه و اون نام حزب الله زیاد بی ربط نیست در اینجا، برای اینکه در یه حزب سیاسی وقتی ما ببینیم هر حزبی رو که بگیرید در دنیا میبینیم که یک هرمی داره که یک رهبری داره اون بالا، هرمش از کسانی که علاقمند هستند از دور و کسانی که عضو حزب هستند و کسانی که فعال حزب هستند، به تدریج میاد علاقمند، عضو، فعال و میاد جلوتر تا رهبر. این هرم وجود داره و معمولا یک حزب هم مستقل از نظر مالی، یعنی از علاقمندان و اعضاب و ها و یا بعضی از احزاب هستن که اصلا برای خودشون زمین و کارخونه و مزرعه و غیره هم دارند که چه بهتر، اینها هم از نظر مالی مستقل هستن احزاب، هم از نظر فکری و خیلی هاشون هم هستن که مدرسه دارن و در این مدرسه کادرهاشون رو مرتب تربیت میکنن که بیان حزب رو بگردن. یه همچین هرمی وجود داره و این حزب های پایدار چه در جوامعی که تک حزبی بودند و شاید هم باشند، هنوز چند تایی بیشتر نداریم، مثلا کره شمالی یا کوبا که الان چند حزبی هستند، یک حزبی هستند، یا ونزوئلا تقریبا، چه در کشورهایی که یک حزبی هستند، تک حزبی هستند، و چه در کشورهایی که چند حزبی هستند، ساختار حزب همینه. وقتی میبینیم که مدارس مؤممین شیعه تقریبا در واقع همین هست، این که ما در دورترین روستاها طرفدارانی داریم و بعد کسانی هستن که لباس طلبگی می پوشن، اونها میان در مدارس و زندگیشون رو تأمین میکنه مدرسه و مدرسینی دارن. این مدرسین به هر حال یک رهبری دارن که این رهبر به اونها درس داده قبلا، یعنی این سلسله مراتبی وجود داره و از نظر مالی هم وقف هست، هم سهم امام و خمس و زکات، که همه اینها با هم به یک هرمی تبدیل میشه خودگردان و نیازی به این بودجه از خارج ندارن و طبیعتا در عرض 400 سال گذشته مدارس مؤممین شیعه تونستن خودکفا باشن، جلو برن و ریشه هاشون و پایه هاشون درست مثل یک حزب سیاسی در تمام مناطق شیعه نشین ایران یا حتی بعضی وقتها سنی نشین هم به یه شکلی در بین اقلیت شیعه سنی که در بین سنی ها زندگی میکنن نفوذ کرده باشن. تو این هم من به چشم خودم دیدم وقتی که تبعید بودم در ایران شهر 50 سال پیش که محله بلوچ نشین سنی نشین بود، ولی شیعیان برای خودشون مسجد داشتن و مؤممین شیعی که می آمدن در اونجا و مسئول اون مسجد می شدن به طور کامل در تمام مسائل شهر ایران شهر دخالت می کردن و روشن بودن در مورد اون زندگی حتی اهل تسنن. به هر حال این 400 سال پایه گرفته این مسئله، حزب مؤممین شیعه یک حزب پایه گرفته است در ایران و تا
قبل از جمهوری اسلامی از نظر مالی هم مستقل و از نظر اداری هم سیستم اداری مشخص یه مقداری پنهان ولی روشن بوده، چه کسی به چه کسی سهم امام میده و اون فرد این سهم امام رو در این هرم به چه گونه مصرف میکنه، به چه کسانی میده و چگونه است که مرتب طلبه های جوان میان درس میخونن تا حدی که میتونن میرن بالاتر، یه دم میرن دنبال تبلیغ و به شکلی زندگیشون رو به عنوان پیشنماز یک مسجد یا به شکل تبلیغ در محرم و سفر و مراسم دیگر. پس میبینیم که ما با یک ساختار شناخته شده اسمش میتونیم دقیقا بذاریم حزب مؤمنین شیعه روبرو هستیم که ساختارمنده، ساختارمند شده، مستقله و این ساختار در کنارش یک ساختار دیگری شکل میگیره در طول 40 سال گذشته که این ساختار بیشتر سیاسی اداری است و این ساختار سیاسی اداری طبیعتا اون برای خودش یک در واقع سلسله مراتب دیگری داره، یک هرم دومی در واقع در داخل این هرم اول ایجاد میشه که این هرم دوم سیاسی اداری است و تلاش طبیعتاً هر هرم سیاسی اداری است اینه که همه رو به سمت اون سمتی ببره که نیاز سیاسی اداری هست و اینجا میبینیم دوباره این تناقض خودش رو نشون داده و طبیعتاً میتونه میشه انتظار داشت که این تناقض کار رو بالاتر ببره، یعنی به پارگی و ایجاد ترک در ساختار مؤممین شیعه این ترک رو ایجاد بکنه و بالاخره یکی از این دو طرف به یه شکلی مغلوب بشه و یکی غالب بشه، یعنی اگر که قسمت سیاسی اداری غالب بشه خب ارزش مرجعیت و اون نظام ساختاری اولیه از بین میره و دیگه اون مرجع اجتماعی نیست که حرف آخر رو میزنه بلکه اون نهاد و قدرت سیاسی اداری است که حرف آخر رو میزنه. اگر از اون طرف نهاد سیاسی اداری عقب بشینه و در واقع مرجع تقلید که مقام اجتماعی است و سنتی است اون حرف آخرش رو بزنه، طبیعتاً میشه گفت که شروعی میتونه باشه برای اینکه رهبری سیاسی اداری مؤممین شیعه بشه یواش یواش آهسته آهسته عقب بشینه و دوباره برگردیم به سیستم سنتی قبلی که در واقع تبدیل میشه به یک قدرتی در کنار قدرت سیاسی اداری، همونجوری که بعد از 100 سال پس از حضور صفویه در واقع با قدرت گرفتن مدارس مؤمم شیعه همیشه بوده، یعنی یک قدرت یک هرم قدرت مؤممین شیعه بوده که رابطه تنگاتنگی با مجموعه هرم قوانین و خوانین و اربابان بزرگ از یک طرف و اهالی بازار از یک طرف داشتند و این به طور کلی در کنار قدرت سیاسی و اداری قرار داشته این و با هم همکاری میکردن، زندگی میکردن با هم تا اینکه فعلا یک مشکل در مشروطه پیش آمد که به اون شکل شد، یک مشکل هم بعد از جمهوری اسلامی تا الان هست، چند بار خودش رو نشون داده در مورد آیت الله شریعت مداری، در مورد آیت الله منتظری و چند مورد دیگر هم که خب همه بدون که اسما رو بگیم روشن هست. تا حالا همیشه قسمت مرجعیت عقب نشسته تا امروز و قسمت قدرت سیاسی اداری در بین مؤممین قوی تر شده. باید این بار ببینیم که این جنگ دو قدرت ما رو به کجا میبرند. شب و روز خوش تا کلامی دیگر.